اگر این مجموعه برنامه رو دوره 17 رو دنبال کرده باشید، حتما واقف هستید که این دوره رو من اختصاص دادم به جامعه شناسی روحانیت و تلاشم بر این هست که نگرش‌ها، رفتارها و کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی روحانیت رو، روحانیت شیعه رو در جامعه ایران واکاوی کنم. در 8 برنامه گذشته به جنبه‌هایی از حیات اجتماعی روحانیت شیعه و کنش و واکنشش با جامعه ایران پرداختم. بلخص در برنامه گذشته بحث من معطوف به این موضوع بود که روحانیت شیعه قدرت قابل توجهی داره در داستانگویی و عرضه این داستانگویی ها در قالب واقعیت. خب بخش قابل توجهی از این داستان ها رو روحانیت شیعه از روایات و آیات قرآن میگیره. اینها رو تا حدی که من در برنامه گذاشتم خدمتون عرض کردم که تا حدی که افراد این کتاب ها رو، این گونه آثار رو، متون مقدس رو، حالا در قرآن هم نیست، در انجیل هم به همین شکل هست، هم در عهد عتیق هم در عهد جدید، مجموعه ایست از داستان ها که گفته شده. افراد وقتی که اینها رو به عنوان داستان میخونند، خب ممکن هست که از اینها لذت ببرن، حتما هم اینطور هست چون جنبه داستانی داره. بعضن درس هایی هم از این داستان ها گرفته میشه، حالا درس های درست یا درس های غلط. برخیش پنداموزه، مثل داستان ایوب و مسئله صبر. بخشیش هم هیچ درس جالب توجهی نداره غیر از کشتار جمعی، مثلا مثل در مورد داستان قوم لوط که برای اینکه چند نفر در این قوم همجنسگرا هستند، خداوند متعال که از منظر مسلمانان و مسیحیان و ادیان توحیدی مظهر عدالت هست، همه این قوم رو نابود میکنه به دلیل اینکه چند نفر در این قوم همجنسگرا هستند. برخیش هم خب درس‌های بسیار نادرستی رو به جامعه بشری عرضه میکنه، ولی بالاخره اینا داستان‌هایی است که به باورمندان و مؤمنان عرضه شده. سخن من این بود که در میان مسلمانان، بالاخص مسلمانان شیعه، این داستان‌ها توسط روحانیت شیعه، حالا روحانیت سنی هم به همین شکل هست، منتها من چون تجربه گسترده‌ای از اونها ندارم و مطالعه‌ام عمدتاً متمرکز هست روی روحانیت شیعه، از روحانیت شیعه صحبت می‌کنم. این داستان ها رو به عنوان اموری که واقع شده به مردم عرضه می کنن و همینجا هست که رد پای فریبکاری ها پیدا میشه. بعد از برنامه دوستان مختلفی به من ایمیل زده بودند، برخی در تایید آنچه که در برنامه گفته شده بود، برخی هم در نقد برنامه که اینها نقد قرآن هست، نقد اسلام هست. خب حتی اگر اینها باشه، افراد به نظر من در جامعه ایران باید ظرفیت شنیدن پیدا کنند، باید در برابر نقد متون دینی قرار بگیرند. اون هم نقدهایی که مبتنی نقدهایی نیست، اینها صحبتهای من صحبتهایی بر اساس احساسات من نیست که حالا از اینها خوشم میاد یا خوشم نمیاد، اینها بر اساس مقایسه با علم و دانش بشری است، مقایسه با عقل بشری است. نمونه خاصش رو که خیلی فرصت نشد که من توضیح بسیط بدم، همین داستان نوح هست. شما اگر در یک روستای بسیار کوچک زندگی کنید و تجربتون از حیوانات همون حیواناتی باشه که دور و برتون باشه یا دیده اید، خب طبعا اگر تصور کنید که قرار هست که طوفانی بیاد، دوباره از اون خشم و غضب‌های الهی بیاد و همه بشریت رو نابود کنه غیر از اونایی که شما گزینش میکنین، خب میشه تصور کرد که از هر حیوانی میشه جفتیش رو توی اون کشتی درست کرد و برد روی آب نگه داشت. اما وقتی که چشمتون باز بشه به کل کره زمین، و در این داستان هم ادعا این هست که در کل کره زمین رو آب فرا میگیره، وقتی چشمتون به دانش بشری باز بشه و ببینید که تعداد انواع گونه‌های حیوانی که بر روی زمین زندگی میکنن، روی آب، حدود 500,000 گونه انسانی هست، خب طبعا این داستان ها به نظرتون عجیب و غریب میاد که چطور
میشود 500 هزار گونه حیوانی رو در یک کشتی جای داد، بعد تدارکات اینها، غذای اینها، بعد اینا هم دیگر رو برخشون لط و پار میکنن. همه اینها باید با یک قدرت الهی عجیب و غریبی، اون کشتی باید یک کشتی عجیب و غریبی باشه که تمام اینها رو بتونه جا بده. بعد هم باید یه قدرت عجیب و غریبی باشه که برای اینها آب و غذا تهیه کنه، بعدم اینها رو کنترل کنه که همدیگر رو تکه پاره نکنن. خیلی بعدم چطور حضرت نوح توانسته خودش و چند نفر همکارانش این 500 هزار گونه حیوانی رو شما برای اینکه در یک جا جمع کنید به سالها وقت احتیاج دارید، اینطور نیست که بتونید در چند روز همه اینها رو در کنار هم قرار بدید. خیلی داستان عجیب و غریب برای تخیل، برای فیلم سازی خب ایده ایست که افراد رو متحیر میکنه، شگفت زده میشن، این داستان رو تماشا میکنن. اما وقتی که اینها رو به عنوان واقعیت به مردم عرضه بکنید، اونجاست که مشکلات پیدا میشه و افراد همه میتونن ببینن که واقعا مسئله بدین شکل نیست. اینها داستان است و داستان‌هایی است که برای مردم گفته میشه برای اینکه اینها رو تحت تأثیر قرار بده. و خب روحانیت شیعه در این امر خیلی خبره هست که از این تحت تأثیر قرار دادن‌ها به چه منظوری استفاده کنه. بحث عمدتاً این بحث غضب الهی است و اینکه هر کسی با ما نباشه، در کنار ما نباشه، وفادار به ما نباشه، اینها دوچار غضب الهی میشند. حالا غضب الهی بخشش طوفان و زلزله و بلایای طبیعی است، بخشش هم غضب هایی است که در دنیا اینها میکنند، دست میبرند، پا میبرند، انگشت قطع میکنند، ترور میکنند، آدم میکشند و کارهایی که مشغول هستند به انجامش در طول تاریخ بشر این کارها رو انجام دادن و در این دوره ها هم انجام میدن. داستان های دیگر هم همینطوری، یعنی شما مجموعه داستان های متون مذهبی رو نگاه بکنید، داستان هایی است که پایه و اساسی نداره غیر از تخیلات. در عالم تخیل همه چی ممکنه، هر کاری رو میشه کرد، هر چیزی رو میشه تصور کرد اونجا، یعنی به صورت عنوان ادبیات تخیلی خب همه اینها رو میشه پذیرفت. مثلا نکته جالب دیگری که در مورد همین متون مذهبی گفته میشه که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، واقعا چیزهایی هست که در این کتاب مبین نیست، به دلیل اینکه اون کسی که این کتاب رو جمع کرده نوشته اون خب خیلی چیزا رو نمیشناخته. در قرآن اسامی حیواناتی که در شبه جزیره عرب بودند آمده، اما خب حیواناتی مثل پاندا یا کوالا یا کانگرو خب هیچ تصوری نداشتن از اینکه اینا این حیوانات چه جور حیوانات، اینا اسامیشون تو قرآن نیومده. معلومه که این کتاب رو یک نفر تنظیم کرده نوشته و اینها رو بعد به عنوان وحی الهی به جامعه بشری عرضه کردن برای اینکه نهاد دینی بسازن و در چارچوب این نهاد دینی هم یک در واقع جمعیتی رو، جامعه ای رو تحت سلطه و کنترل و ارعاب خودشون قرار بدن. حالا بحث امروز من در این جلسه بحث دیگری است، بحث در واقع نگرش توطئه آمیز روحانیت شیعه است به هر آنچه که خوش نمیداره، به هر آنچه که نمیپسنده. یک مقایسه ای رو من امروز تلاش میکنم صورت بدم و در چارچوب این مقایسه خیلی جالب به نظر من میشه فهمید که واقعا روحانیت شیعه به در واقع این نگاه توطئه آمیزش از کجا آب میخوره و اصولا چه پیامدهایی داره. ما در ایران با دو نگرش بسیار عمیق و گسترده مواجه هستیم، هر دو هم در همین چارچوب نظریه توطئه. یکیش این است که روحانیت شیعه در طول 150 سال گذشته در میان مردم شایع کرده، اینکه دین بهایی دینی است که انگلیسی‌ها ساختند و با همین بهانه هم بهایی‌ها رو می‌کشند. در همین چند روز پیش یک بهایی رو در یکی از شهرهای ایران به قتل رسوندن، بهایی ها رو میکشن، قبرستوناشون رو خراب میکنن، اموالشون رو مصادره کردن، مجبورشون کردن بسیارشون به اینکه از کشور مهاجرت بکنن، کلن دانشگاه نمیذارن برن، از دانشگاه بیرونشون میکنن. بلاییست که روحانیت شیعه بر سر بهاییان در ایران اوورده، یک دینی که اصولا مرکزش و خواستگاهش ایران بوده. گفتن شستن میت بهایی در غسالخانه مسلمان، میت بهایی به توی دریام که بندازید شما نجسه، از دریام درش بیارید نجسه.
میت بهایی چون بهایی نجسه به فتوای همه فقها ها، آبش هم که بکشید نجسه، آبی هم که از بدنش میریزه نجسه، همه رو نجس میکنه و نباید اصلا غسلش داد. میت بهایی رو حرام است غسلش بدن، باید بدون غسل و بدون کفن و اینها بگذارن، شهرداری بدنش رو برداره ببره هر کاریش میخواد بکنه. یعنی اگر حالا یه وقتی هم مثلا یه جای دفن شده باشه تو قبرستان مسلمان ها، تو قبرستان مسلمان ها باید نفس کنن از قبرستان مسلمان ها بدنه. بله بله کافره، بد چیزیه بهایی، بد چیزیه. بله من عرض کردم در برنامه گذشته که فرد دینداری نیستم و همه این ادیان برای من مساوی هستن. معتقدم که بالاخره مثل همه ادیان اینا کارکردهای مثبتی دارن برای تک تک افراد بشر، کارکردهای منفی هم دارن جای خودشون. بحث من بحث دفاع از این دین یا حمله به اون دین خاص نیست. بحث این است که این تصور که دین بهایی انگلیسی است، این در میان روحانیون شیعه و طرفداراشون یک تصور بسیار عام و شایعی است. مخالفت ما با فرقه زاله نه فقط به خاطر دشمنی آنها با اسلام است، بلکه آنها به یقین جز عوامل بیگانه، جز عوامل آمریکا و اسرائیل هستند و به آنها کمک می‌کنند. مهمترین مرکز این فرقه در آمریکاست و مرکز مهم دیگری از آنها در اسرائیل است و از آنها همیشه به عنوان ابزار استفاده می کنند و ممکن است این کارها مقدمه ای برای به رسمیت شمردن آنها بوده باشد. تصور دیگری که در میان مردم ایران خیلی عام و شایع هست اینه که روحانیت شیعه انگلیسیه، انگلیس ها این رو اداره میکنن. تصوری که نسبت به بی بی سی وجود داره، تصوری که نسبت به سفر روحانیون به لندن وجود داره، همه اینها در لندن دفتر دارن، میرن میان، بسیاری از کارهاشون در لندن انجام میشه. مجموعی از شواهد رو معمولا میگیرن به این که بگن بسیاری از افراد که اینها خواستگاهشون خواستگاه انگلیسی، انگلیسی‌ها اینا رو قدرتمند کردن، انگلیسی‌ها اینا رو بر سر کار بردن. این دوتا دیدگاه بسیار در ایران شایع هست. من نخست بپردازم به اینکه آیا واقعا این دو دیدگاه آیا حقیقتی درشون وجود داره یا نه، اگر حقایقی در مورد اونها وجود داره این حقایق رو در کدام منابع میشه پیدا کرد، آیا مثلا دیدار یک روحانی یا یک بهایی با مقامات انگلیسی یا دیدارش از لندن یا انگلیس یا دیگر بخش‌های بریتانیای کبیر که در کتاب‌های مثل فراماسونری در ایران آقای نوشته آقای اسماعیل راین اینا بسیار پررنگ شده، آیا اینا میتونه دلیل بر انگلیسی بودن روحانیت شیعه باشه یا برساخته بودن بهاییت توسط بریتانیا؟ اگر حالا سوال بعدی این است که اگر واقعیات یا مدارک قابل اتکایی در این زمینه ها وجود نداره و همه بر اساس امیال و منافع و دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها ساخته شده، چرا این دیدگاه تا این حد گسترش یافته و مقبول واقع شده؟ حالا نخست شروع کنم از بحث این که چرا دین بهایی، آیا دین بهایی واقعا انگلیسی است یا نه. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی آقای صادق لاریجانی که از وی انتظار میره که بر اساس مدارک و اسناد و شواهد سخن بگه، که البته انتظار باطلی است، میگه که بهاییت دین ساختگی غربی ها برای به هم ریختن کشورهای اسلامی است. این گزاره‌ای که ایشون میگه از جنس گزاره‌های اعتقادی نیست که قابلیت سنجش نداشته باشه. مثلا کسی میگه خدا عالم و قادر مطلقه، شما این نمیتونید اندازه بگیرید. یا میگن ائمه شیعه در روز رستاخیز برای امت خودشون شفا طلب خواهند کرد. این گزاره ها قابل سنجش نیست، اینا رو با علم تجربی با شواهد نمیشه رد کرد و نمیشه قبول کرد. یه کسایی یه عده‌ای اینا رو قبول دارن، یه عده‌ای قبول ندارن. اونایی که قبول دارن میگن ما از افراد معتمد خودمون مثلا ائمه یا روحانیون شنیدیم، اعتقاد داریم به اونها، به اونها اعتماد داریم. یه عده هم
اعتقاد ندارن دیگه، این حرفا رو نمیتونن باور کنن. اما اینکه بهاییت رو غربی ها ساختن یا انگلیسی ها ساختن یک گزارش قابل سنجشه، چون یه ادعای تاریخی است. میشه تاریخ دین بهاییت رو با اسناد و مدارک موجود مورد بررسی قرار داد و دید که آیا دولت بریتانیا برنامه آشکار برای ساختن یا پنهان برای ساختن یک دین تازه در ایران داشته در اواخر قرن 19 هم یا نداشته. با توجه به انتشار اسناد محرمانه پس از چند دهه در بریتانیا، در دیگر کشورهای غربی هم همینطور هست، همین چند روز پیش حدود 1,000,000 سند رو سازمان CIA که متعلق به دهه‌های پیش بود منتشر کرد، در سایتشون گذاشتن، میتونید افراد برن و اینا رو ببینن. با توجه به اینکه این اسناد منتشر میشه، امروز همه اسناد مربوط به دولت بریتانیا در حدود 150 سال پیش همه در اختیار هست. چیزی سندی نیست که در اختیار پژوهشگران تاریخی گذاشته نشده باشه. البته همه روحانیون و غیر روحانیونی که تا کنون این گزاره رو، اینکه دین بهائیت یه دین برساختی انگلیسه یا غربی هاست، اینو مطرح کردن، اما حتی یک سند برای مدعای خودشون ارائه نکردن. ما باید حرفای اینها رو باور کنیم. خب نمیتونیم من باور کنیم، چون اینقدر دروغ گفتند که شما نمیتوانید به اونها اعتماد کنید که این حرفشون هم درست هست. معذرت میخوام. در هیچ سندی از اسناد وزارت خارجه بریتانیا نمیشه این نکته رو دریافت که دولت این کشور برنامه‌ای برای ساختن یک دین جدید در خاورمیانه داشته. خب اما چرا علارغم وجود سند یا مدرکی در این باب گروهی به ساخته شدن دین بهایی توسط انگلیسی ها باور دارن؟ 4 دلیل مشخص رو میشه براش آورد که دلایل هم به هم پیوسته هست به نظر من. اول اینکه مسلمان ها خب اعتقاد دارن پیغمبر خودشون پیغمبر خاتم هست، دین خودشون دین آخریست، کامل شده و بعدش دیگه چیزی نباید بیاد. بنابراین هر دین دیگری بعد از اسلام بیاد برساخته دست بشر هست. خب این باور رو از اینکه دینشون دین نهایی هست میگیرن دیگه، اینو از بیرون از دین نمیارن، از درون دین در واقع میگیرن، از متون دینی خودشون. خب آیا میشه در واقع سخن طراح لباس یا سینماگری رو که میگه کار طراحیش یا فیلمش یا کتابی که نوشته آخرین اثر در تاریخ بشر، میشه اینو رو باور کرد؟ یه سیاستمداری بگه که آقا این اقدامی که دارم من میکنم، این حکمی که دارم صادر میکنم، این سیاستی که دارم اجرا میکنم، اینا آخرینه. آیا میشه سخن دانشمندی رو که میگه این کشف من، این کاری که انجام دارم میدم، یا یه مهندسی داره یه ساختمون رو میسازه، یه پلی رو میسازه، بگه این آخرین پلی است که ساخته میشه، میشه اینا رو باور کرد؟ طبعا نمیشه اینا رو باور کرد. دلیل دومی که اینها ادعا میکنن که دین بهایی توسط انگلیسی ها ساخته شده، با توجه به اینکه مسلمانان و رهبران دینیشون دین خودشون رو کامل و بدون نقص و پاسخ دهنده به همه نیازهای بشر میدونن، به این اعتقادن که کسی یا گروهی که دین تازه‌ای میاره نمیتونه خیرخواه بشر باشه، حتما یه انگیزه منفی یا بدخواهی درش وجود داره. به همین دلیل هم دنبال توطئه یا دسیسه‌ای در ارائه این دین تازه میگردن. مثل اینکه اگر در برابر یه بستنی فروشی تازهی بخواد باز بشه در برابر اون مغازه، بستنی فروش قبلی فکر کنه که این بستنی فروش جدید حتما یه نیات پلیدی داره، وگرنه خب بستنی من که درجه 1 بود، چرا یکی دیگه باید بیاد اینجا بستنی فروشی راه بیاندازه؟ دلیل سوم اینکه با توجه به حضور قدرتمند بریتانیا در کشورهای مختلف دنیا تا قبل از پایان جنگ جهانی دوم و از جمله کشورهای با اکثریت مسلمان، این کشور در گذشته از سوی بسیاری از مردم اون کشورها شر تلقی میشد. خب بنابراین اگر یک کار بدخواهانه رو شما بخواید به یکی نسبت بدید، مثل ظهور دین تازه، باید یه نقشی از اون امپراتوری شر درش لحاظ کنید، بگید اینو باید به انگلیسی‌ها نسبت بدید. اگر حالا سوال این هست که در همون دوره‌ای که انگلیسی‌ها در ایران نفوذ داشتن و دین بهائیت در ایران تأسیس شد و شکل گرفت و تبلیغ شد، در همون دوره روس‌ها هم در ایران خیلی قدرت داشتن، اما این رو به روس‌ها نسبت نمیدن، به انگلیسی‌ها نسبت میدن.
علتش روشن هست، اینکه اصولا اینها با غربی ها دشمنی دارن، با روسیه چی مشکل خاصی ندارن، چون سیستمشون سیستم های دیکتاتوری است و یک پدرکشتگی عجیب و غریبی روحانیت شیعه داره با دموکراسی غربی، علم غربی، آزادی های غربی. طبعا این رو باید به انگلیس نسبت بدن نه به روسیه. و دلیل چهارم این که برای بدنام کردن یک گروه یا فرد ساده ترین کار اینه که بهش برچسب بزنی، انتساب کنی دینش رو به یک تأسیساتی، به یک نهادی که خب مردم از اون تأسیسات و نهاد خوششون نمیاد. ساده ترین کاری که روحانیت شیعه در برابر بهائیت میتونسته انجام بده این بوده که این دین تازه رو بدنام کنه با انتسابش به یک کشور خارجی، به استعمار انگلیس. ارباب دین، کسانی که یک نهادی دارن، تشکیلاتی دارن، از این طریق دارن زندگی میکنن، روزی میخورن، یه دی دنبال سرشون را میفتن، اینا نمیتونن آتل و باطل یه جایی در کناری بشینن تا یه گروه جدیدی بیاد یه مغازهی در برابر مغازه اونها تأسیس کنه و خریداران رو به سمت خودش بکشونه. خب همین جاست که در واقع این سراکار تئوری توطئه پیدا میشه، باید دین بهائیت رو به انگلیسی ها نسبت داد، بعد هم اساس سرکوب رو گذاشت. حالا در دوره قاجار تا حدی که نفوذ داشتن، شاهان قاجار رو میکشوندن به اینکه بهائیان رو سرکوب کنن، بکشن. در دوره پهلوی نفوذ کمتری داشتن، بهائیان از آزادی بیشتری برخوردار بودن. بعد که جمهوری اسلامی تأسیس شد دیگه قدرت کامل دستشون بوده و از هر ابزاری برای از میان بردن و حذف دین بهائیت اینها استفاده کردن. این که راه میداده میگه من بهائیم، اینو باید کشتش. برای چه؟ چرا؟ برای که بخواد تضعیف کنه. این کاری بوده که انجام شده. در مورد دیگر ادیان هم کم و بیش به همین شکل عمل شده. در مورد مسیحیان، در مورد بالاخص مسیحیان تبشیری همین سیاست رو گرفتن، میگیرن زندانی میکنن، کسی تو خونش هم حتی نمیتونی کلیسا داشته باشه، یه دادم دور هم جمع بشن دعا بخونن. کشیشانی که مصر بودن برای اینکه چنین کارهای انجام بدن، من یادم هست کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان اینها رو قطعه قطعه کردند، بعدم به گردن مجاهدین خلق انداختن، جسداشون رو هم توی صندوق گذاشته بودن و توی یکی از جنگل‌های اطراف تهران رها کردند. اینا کارهایی است که روحانیت شیعه و نزدیکانشون این کارها رو در ایران در طی این چند دهه انجام دادن. متاسفانه بسیاری از شهروندان ایرانی در مواردی اینها رو نمیخوان ببینن، یه پردهی بر چشمانشون میندازن، چون نمیخوان تصور کنن که رهبران کشورشون این داعش هستن. اینجور چیزها رو کنار میگذارن. به همین دلیلم هنگامی که مطرح میشه، من همیشه گفتم جمهوری اسلامی در واقع پدرخوانده داعش هست. خیلی داعش بسیاری از کارهایی که میکنه، جمهوری اسلامی قبلا همه این کارها رو انجام داده. بسیاری از ایرانی ها خوششون نمیاد که دولتشون با داعش مقایسه بشه و حتی گفته بشه که اینها پدرخوانده اونها هستند، ولی واقعا هستند و چنین کارهایی رو انجام دادن. منتها خب حافظه تاریخی مردم ایران متاسفانه در موارد بسیاری خوب کار نمیکنه و این نکات رو فراموش میکنن. حالا بخشش به دلیل غرور ملی، فکر میکنن این دولت خودشون است. نه، دولت ایران ربطی به مردم ایران نداره، دو پدیده کاملا جداگانه هستند. این دولت هم از بین بره، همونطور که رژیم پهلوی از میان رفت و مردم ایران باقی ماندن، جمهوری اسلامی هم از بین بره، مردم ایران باقی خواهند ماند، تاریخ و فرهنگ و زبانشون باقی خواهد ماند. منتها خب یه عده‌ای میخوان اینا رو به هم گره و پیوند بزنن و این البته خب یک خلط، غیر از یک خلط بزرگ چیز دیگری نیست. خب چنان که میبینید بهای انگلیسی دیدن یا انگلیسی نسبت دادن بهائیت به استعمار انگلیس نه از مشاهدات یا واقعیات سرچشمه میگیره و نه از تجربیات، بر هیچ چارچوبی، نه بر تحلیل عقلانی مبتنی هست، صرفا از امیال و منافع و مدعیات دین حاکم و اربابش در واقع نشأت میگیره. معمولا کسانی که امیال و منافع و مدعیات بیپایه خودشون رو به صورت واقعیت عرضه می کنند،
برای پاسخ دادن به انتقادات متصور به چند واقعیت برساخته یا بی ربط یا بی دلیل که هیچ ارتباطی هم با اون اصل مدعا نداره، مثلا ملاقات یک بهایی با یک انگلیسی یا سفر مثلا یک بهایی به انگلیس، اینا رو ارجاع میدن و این داستان رو درست میکنن. خب حالا نکته جالب اینجا این هست که همین تئوری توطئه‌ای که اینها بر اساسش بهاییت رو به انگلیس نسبت میدن، مخالفان روحانیت شیعه با همین تئوری توطئه به سراغ روحانیت شیعه آمدن و روحانیت شیعه رو به انگلیس نسبت میدن و معتقدن که این مراجع شیعه هم انگلیسی هستن. یعنی شما اگر یک چاقوی رو برای کشتن استفاده کنید، خب بعدن دیگران از این چاقو ممکنه برای کشتن شما استفاده کنند. یکی از نکاتی که ما در تاریخ اروپا خیلی خوب میتونیم ببینیم داستان شاهکشی است دیگه، در ایران هم همینطور بوده. کسانی که شاه رو میکشن، خب بعدن خودشون که در اون مقام قرار میگیرن، این رو به صورت یک عرف در میارن که شاه رو میشود کشت. یک بناهایی رو گذاشتن، اینها به صورت چاقوی دولبه عمل میکنه. خب حالا چرا کسانی که میگن روحانیت شیعه انگلیسی هستن در تاریخ معاصر، اینها به چه چیزهایی استناد میکنند؟ اول این توضیح بدم که در سه دوره این تصور که روحانیت شیعه تحت تأثیر انگلیس هست یا انگلیسی ها تنابهاشو دارن و اداره میکنن، در سه دوره خیلی گسترش پیدا میکنه. یکی دوره مشروطه است که برخی از روحانیون شیعه با مقامات سفارت انگلیس در تهران در تماس بودن. یکی در دوره ملی شدن صنعت نفت که در نهایت بسیاری از روحانیون با دربار و سیاست‌های انگلیس در ایران همراهی کردند و در مقابل مصدق و جبهه ملی موضع گرفتن، مثل آقای کاشانی که نه فقط در برابر برکناری مصدق سکوت نکرد، بلکه این رو کار رو تایید هم کرد. خب اینا رو نسبت میدن که اینا انگلیسی بودن. و سوم هم که در دوره انقلاب 57 و هنگامی که بی بی سی فارسی به یکی از رسانه‌های گزارشگر حرکات و سکنات آقای خمینی و همراهانش تبدیل شد، بسیاری معتقد بودند که این انقلاب عظیم اسلامی هم انقلابی بود که انگلیسی‌ها دنبالش بودن و ساخته شد و پرداخته شد و به اجرا در اومد. کسانی که با مشروطه، مصدق یا جبهه ملی و انقلاب 57 به هر علت و انگیزه مخالف بودند، اینها نهاد روحانیت و مراجع شیعه درگیر در این تحولات رو بعد هم با تعمیم دادنش به همه اونها به انگلیسی بودن متهم کردن. اما آنچه که در تاریخ ما اگر بریم و به اسناد تاریخی مراجعه کنیم، باز به همون اسنادی که دولت انگلیس منتشر کرده، هیچ سند و مدرکی وجود نداره که روحانیت شیعه در این سه دوره در خدمت دولت انگلیس بوده و به عنوان کارگزار دولت انگلیس عمل میکرده، اگر واقعا بخوایم پژوهشگرانه به سراغ این داستان بریم. البته در دوره‌های منافع بازیگران سیاسی، حالا یه بازیگر در ایران روحانیت شیعه هست، یک بازیگر مثلا دربار هست، یک بازیگر دولت انگلیس هست، منافع اینا با هم همجهت میشده، اما اینکه یکی برای دیگری کار میکرده، خب این ما سند قابل توجهی در این مورد نداریم. برکناری مصدق هم خواسته دولت انگلیس بود در اون دوره و هم خواسته اکثریت روحانیون شیعه، و این اتفاق افتاد. اونها شاه رو به یه حکومت دموکراتیک و ملی‌گرا ترجیح میدادن. منظورم روحانیت شیعه است. خب در هر سه دوره‌ای که الان خدمتتون عرض کردم، رویدادها رو به یه گونه دیگر هم میشه قرائت کرد. در دوره مشروطه روحانیت شیعه یک نهاد دنیوی بود که برای پیگیری منافع خودش همیشه در حال گفتگو با مراکز قدرت بود. البته خب اینا در افواه منکر این هستن. در همین دوره انقلاب هم آقای خمینی مدام در حال گفتگو بود با مقامات امریکایی. منتها برای اینکه اینا بگن، طرفدارانش بگن که آقای خمینی از آسمان آمده بود، تمام این ارتباطات رو انکار میکنن. ولی نه، اینا مشغول مذاکره بودن برای اینکه تسهیل بشه رفتنشون، دولت امریکا اقدام خاصی علیه اونا انجام نده. وقتی که در تهران رفتن قدرت رو به دست گرفتن، دولت امریکا
تا حدی حالا یا بپذیره یا شناسایی کنه این دولت جدید رو، ولی در حال مذاکره بودن، هم خود آقای خمینی در حال مذاکره بود، هم در تهران کسانی مثل آقای بهشتی در حال مذاکره بودن با مقامات امریکایی. ولی خب اینا این کار میکنن، این کار عجیب و غریبی هم نیست. بازیگران سیاسی در این که با هم مذاکره میکنن چیز شکی درش وجود نداره، منتها با این رو برای دیگران علم میکردن که نهضت آزادی یا مارکسیستا دارن با دول خارجی مذاکره میکنن برای اینکه سر اونها رو ببرن، در حالی که خودشون هم همین کارها رو انجام میدادن. اگر شما واقع بینانه به تاریخ نگاه بکنید، در دوره مشروطه هم این عمل در جریان بود. روحانیون شیعه، در واقع مراجع شیعه، با دولت انگلیس، با دولت روسیه در تماس بودن. صرف مذاکره با چند انگلیسی یا رفتن به سفارت یا تحصن در سفارت انگلیس کسی رو به عامل این سفارت یا کارگزار سیاست‌های بریتانیای کبیر تبدیل نمی‌کنه. البته خب این رو باید، این تناقض رو باید از روحانیون شیعه پرسید که در دوره‌ای که خودشون عفو بین‌الملل از حقوقشون دفاع می‌کرد، عفو بین‌الملل یک نهاد صهیونیستی نبود، اما تا اینا سر کار اومدن و شروع کردن به کشتن مردم ایران، شکنجه مردم ایران، عفو بین‌الملل، نهادهای حقوق بشری همه صهیونیستی شدن. خودشون هنگامی که با انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها مذاکره می‌کردن این کارها چیز نبود، خیانت به کشور نبود، اما اگر یک ایرانی مثلا در یک کشور خارجی با یک شبکه انگلیسی امریکایی مصاحبه کنه، همه اینا چیز میشن، خائن میشن. اینا این دوگانگی ها رو باید از اونها پرسید که واقعا اینها رو چطور میشه توجیه کرد. در دوره ملی شدن صنعت نفت، روحانیت شیعه مصدق و هواداران ملیش رو حامل جریان عرفی‌گرایی دموکراسی خواه تلقی می کردند و از این جهت تراس داشتن که اینا قدرت پیدا کنند. از همین جهت هم از سقوط دولت مصدق اینها خوشنود شدند. روحانیت شیعه انتظاراتش از دولت برآورده نمی شد به اینکه مثلا دولت مصدق مشروع فروشی ها رو ببنده، زنها رو به کنج خونه ها بفرسته. می دونستن که نیروهای سکولار ملی این کارا رو نمی کنند. طبعا خوشحال شدن از اینکه دولت مصدق سرنگون شد. در دوره انقلاب اگر شما به کارهای بی بی سی فارسی نگاه بکنید، به عنوان یک ژورنالیست کاری که بی بی سی فارسی میکرد کارهای عجیب و غریبی نبود، کارهای خبررسانی است. حالا یه بخشایش هم تظاهرات روز بعد رو اعلام میکردن که این کار خبررسانی نیست، اما بولتنهای خبری در دنیا بسیارشون این کارها رو انجام میدن، نوعی اطلاع رسانی است، متأ اطلاع رسانی در جهت فعالیت گرایی هست. خمینی در سال 57 یکی از مراکز مورد توجه خبری بود در دنیا، چون تحولات سیاسی داخل کشور خب به رفتارهای او مربوط میشد و دادن گزارش از اعمالش، اطلاعیه‌هاش، بیانیه‌هاش در واقع انجام وظیفه خبری بوده. حالا البته کسان دیگری که گزارش نمیدادن اونجاها رو باید شما برید بپرسید ببینید چرا اینا رو گزارش نمیدادن. یا امروز مثلا بی بی سی فارسی اخبار مربوط به جناح‌های داخلی کشور رو، اصلاح طلب‌ها رو، بلخص اصلاح طلب‌های مذهبی رو خیلی خوب پوشش میده، اما اخبار مربوط به دیگران رو پوشش نمیده. اونجایی که کارش انجام میده نمیشه ازش سوال کرد، ولی اونجایی که کارش انجام نمیده میشه سوال کرد که چرا اونجا شما کارتون درست انجام نمیدید. البته اینطور هم نیست که همه خبرنگارایی که بی بی سی در بی بی سی کار میکنن یا مدیران بی بی سی همه اینها مستقیما دولت انگلیس بهشون میگه چیکار کنید. اینا در بسیاری از موارد آزادن و بر اساس گرایش ها و سیاست های خودشون عمل میکنن، اینطور نیست که همه اینها از بالا به اونها القا شده باشه. یک فراتر از اون، شما نمیتونید یک رسانه رو مسئول وقوع یک انقلاب سیاسی در یک کشور بدونید. رسانه ها قدرت دارن ولی قدرتشون بسیار محدوده. در قدرت رسانه ها به نظر من نباید اغراق کرد، چون معمولا این اغراق در قدرت رسانه ها مقدمه سرکوب آزادی رسانه ها و آزادی بیان هست. خب حالا این دوتاری که در کنار هم شما میگذارید، در واقع هم نسبت دادن انگلیسی بودن به دین بهائیت و هم نسبت دادن رفتار و سکنات و سیاست‌های روحانیت شیعه در 150 سال اخیر به سیاست‌های بریتانیا، اینا رو که در کنار هم شما قرار میدید و بعد میبینید که هیچ سندی در مورد اینها وجود نداره یا اتفاقات رو جور دیگری هم میشه فهمید یا تفسیر کرد،
معنیش این هست که اصولا این نظریه توطئه که متاسفانه در جامعه ایران به شدت رواج داره و افراد عمدتاً از سر حالا یا بی‌اطلاعی یا از سر نداشتن گزینه دیگر برای برخورد با حکومت از این نظریه استفاده میکنن، اینها مشکل رو حل نمیکنه. یک نکته‌ای که در همین هفته گذشته در اخبار و افواه در ایران به شدت شایع بود بعد از سقوط و فروپاشی ساختمان پلاسکو این بود که این کار خودشون بوده، برای اینکه شرایط رو یه طوری خاصی رقم بزنن، قبل از انتخابات هست، مردم رو در ماتم فرو ببرن. اقدام یه گروه بوده علیه شهردار تهران برای اینکه بخواد در انتخابات آینده شرکت بکنه. انواع و اقسام نظریه‌های توطئه شکل گرفت برای اینکه این واقعه رو به یا یک جناحی از قدرت یا به دولت یا به حکومت نسبت بدن. اما توضیح خیلی ساده تری براش وجود داره. توضیح ساده ترش بی‌لیاقتی است. این که شما بیاید ساختمانی رو که متعلق به یک فرد هست اون رو ساخته، این رو مصادره کنید، ساختمانی که متعلق به آقای حبیب الغانیان بوده، این رو مصادره کنید، در اختیار یک نهاد دولتی قرار بدید، نهاد دولتی که اصولا تعمیر، نگهداری، چک، وارسی، اینا اصلا در مقوله اینها نمی گنجه. یک کشوری رو اینها رها کردن که نهادهاش در حال پوسیدگی است. در همین ماجرای بعد از ساختمان پلاسکو مقامات دولتی در ایران اعلام کردند که 3000 ساختمان در ایران، در تهران، شرایطشون بسیار شبیه ساختمان پلاسکو است. ساختمان‌های قدیمی اینها بسیاری از خدمات رو نداره. در همین ساختمان پلاسکو چون گازکشی نداشته، گرمایشش رو در طبقات مختلف افراد یا از این گازهای پیکنیکی استفاده می‌کردن یا منبع گازوئیل داشتن. کافیه که از اینها آتیش بگیره بترکه، بعد این تیراهن‌های رو که اونجا هست اینها رو ذوب میکنه و ساختمون فرو میریزه. حتی الان هنوز دلایلش به روشنی اعلام نشده، گزارش داده نشده رسما که علت دقیقاً چی بوده، ولی خب میشه حد زد که علت چی بوده. این ساختمان حدود 4 دهه ازش استفاده شده، دست بنیاد مستضعفان هست، از منافعش داشته استفاده میکرده بدون اینکه هیچ گونه رسیدگی به این ساختمون بکنه. در ایران هم بازرسی و وارسی و اخطار دادن و اینا هم که اصلا وجود نداره. قرار هست که اگه یه چیزی قرار بیاد پایین، میاد پایین، کسی دلش به حال کسی نسوخته. اینها رو، این گونه اتفاقات رو، مثلا مثل فروریزی ساختمان پلاسکو رو، به راحتی میشود به بی‌لیاقتی، ناشایستگی و فساد، دزدی، رشوه دادن، همه این داستان ها درش هست، میشه اینها رو به این وجود این مشخصات در حکومت نسبت بدیم. نیازی نیست که بریم سراغ این که حالا حکومت این رو باید یه کاری کرده باشه منفجر. حکومت با عدم اقدام، با تمرکزش بر تاراج مملکت، با تمرکزش بر سوریه و لبنان و یمن و افغانستان و اینها، هزاران دلیل داره که حکومت به زیرساخت‌ها و مسائل داخلی کشور توجه نداره. اون اصلا مسئله‌شون اینا نیست. ساختمون بریزه، صدها نفر، هزاران نفر زیر این ساختمون دفن بشن، اهمیتی برای حکومت ایران نداره، حکومت جمهوری اسلامی نداره که چنین اتفاقاتی بیفته. بنابراین ما اگر واقعا کسی بخواد یک واقعه رو توضیح بده یا یک گروهی رو متهم کنه، مسئول بدونه، واقعا ما نیازی به تئوری توطئه نداریم. شما اینا رو تئوری توطئه رو کنار بگذارید، ببینید وقایع عالم رو به خوبی میشه فهمید و اونایی هم که مسئول هستن رو میشه پیدا کرد. روحانیت شیعه رو برای اینکه ما باش مقابله کنیم، اصولا نیازی نیست که ما روحانیت شیعه رو انگلیسی بدونیم. روحانیت شیعه، شما تفکراتشون، نگرش‌هاشون، رفتارهاشون، اقداماتی که در طول چند دهه گذشته در ایران انجام دادن، همه اینها سم مهلک بوده برای جامعه ایران. شما تک تک آرا و عقاید و نگرش های روحانیون شیعه رو بذارید کنار هم، ببینید چیز قابل توجهی از اینها غیر از بیهودگویی و حرفهای بی اساس چیزی ازش بیرون میاد؟ رفتارهاش رو نگاه کنید، غیر از اینکه ضد انسانی است، ضد عقلانی است، ضد بشری است، ضد علمی است، رفتارهایی که میکنن، تصمیماتی که میگیرن، جایگاهی که امروز در ایران دارن، همش ناشایسته و جاشون اونجا نیست که باید باشه.
اینطوری راحت تر میشه اینها رو مورد نقد و داوری قرار داد. نیازی نیست که ما روحانیت شیعه رو انگلیسی بدونیم. یا اگر روحانیون شیعه واقعا میخوان دین بهائیت رو نقد کنن، نیازی نیست که دین بهائیت رو شما به انگلیس نسبت بدید. منتها خب چون خودشون از اون مبانی استفاده میکنن، از مبانی دینی دارن استفاده میکنن برای اینکه این جمعیتی رو دور سر خودشون بسیج کنن، خب ادیان دیگر رو نمیتونن واقعا بشینن نقد کنن، چون ابتداعا باید دین خودشون رو به نقد عقلانی و علمی بکشن تا بعد برن سراغ ادیان دیگه. بدین طریق باش برخورد میکنن. اما کسانی که واقعا بیرون از داستان ایستادن، کاملا میتونن بدون اینکه چیزی رو به در واقع از تئوری توطئه یاری بگیرند، میتوانند این رفتارها رو مورد نقد و داوری قرار بدن. من معتقد هستم در این مجموعه برنامه هم در هر کدوم از برنامه‌ها تکرار کردم که روحانیت شیعه در ایران وجودش، آراش، عقایدش، نگرش‌هاش، سیاست‌هاش، باورهاش، رفتارهاش، همه اینها سم مهلک بوده برای ایران. و هر روزی که تأخیر بیفته در این که حکومت از دست اینها خارج بشه، منابع کشور از دست اینها خارج بشه، دیر هست. هر روزی که اینها منابع در اختیارشون هست، سم بیشتری رو دارن در جامعه ایران متاسفانه میپراکنن و بیشتر دارن کشور رو رو به فروپاشی و زوال میبرن. خیلی خوشحال هستن که البته در واقع روحانیون حاکم بر ایران از اینکه حکومت آلترناتیوی نداره که قدرتمند باشه و بتونه اونها رو براندازی کنه، خیلی خوشحالن و مرتب این رو تکرار میکنن که ما بدیل قدرتمندی نداریم که بتونه ما رو سرنگون کنه، چون قدرت، سلاح، اسلحه، نفت همه در اختیار ما هست. اما اون طرف داستان که فروپاشی اخلاقی، فروپاشی زیرساختها، فروپاشی اجتماعی، فروپاشی ارزشها، هنجارها، همه اینها در حال انجام هست، اون داره خود به خود انجام میشه. یعنی ساختمان پلاسکو به نظر من یک نماد هست که در عرب کوچکترین آتشی کاملا فرو ریخت. امروز اگر در تهران زلزله رو اتفاق بیفته، این تقریبا تمام کارشناس ها متفق القول هستند که حدود 1 میلیون نفر از بین میرن و میلیون ها نفر مجروح میشن، بی پناه میشن، چون مجموعه ساختمان هایی که در ایران ساخته شده اینها ساختمان های استاندارد در برابر وضعیت زلزله در ایران نیست. کسی اصلا اینا رو اعمال نمی کنه. شهرداری فقط به دنبال گرفتن پول تراکم هست و انتقال این پول تراکم به هیئت‌های مذهبی و هیئت‌های سینه‌زنی را انداختن و حالا چه در داخل کشور. چون دغدغه اونها اصولا این گونه اعماله. دغدغه اونها این نیست که ساختمان‌های محکم و با استانداردی در کشور ساخته بشه. این مسیری است که روحانیت شیعه در طول این 14 دهه بالاخص هنگامی که در قدرت قرار گرفته، مسیری است که دنبال کرده. قبل از اون هم روحانیت شیعه غیر از پراکندن سم مهلک در اذهان ایرانیان کار دیگه ای نمی کرده، منتها خب قدرت چندانی نداشت برای اینکه این سم رو به همه اعضا و جوارح جامعه گسترش بده، اقدام کنه، آدم بکشه، ترور بکنه، قوه قضاییه و همه قوای کشور در اختیارش باشه. چنین امکانی نداشتن، خطرشون کمتر بود. امروز خب خطر اینها افزایش پیدا کرده و همچنان در حال تخریب و فروپاشی بنیانهای جامعه ایران هستند. با این سخن من خاتمه میدم به برنامه 9 از دوره 17 برنامه‌های در غیر این صورت. از ایمیل ها و پیام های دوستان من همچنان تشکر میکنم، چه مخالف باشید با نظراتی که در این برنامه عرضه میشه، چه موافق باشید، از هر دو من استقبال میکنم. نظرات خودتون رو برای من بفرستید، حتما من به اونها اگر لازم باشه در برنامه واکنش نشون میدم، ولی حتما نظرات شما دوستان رو میخونم و از نظراتتون استفاده میکنم. تا برنامه آینده، شبها و روزهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.